گل چنده؟ امروز میخواد 100 تا 105. این هر 3 کیلو. بله بله. معامله هایی در خرید و فروش گل، گل های ارغوانی رنگ که پرچم های سرخش زعفران است. این روزها که فصل برداشت گل زعفران در خراسان رضوی است، صبح ساعت 5:30 میام گل جمع کنی، گلم باشه تا شب 20 کیلو الا 25 کیلوگرم گل جمع میکنم. معامله های خرید و فروش این گل در شهرستان های استان دیده می شود. 120 تومان داده شما، کمتر نمیدم. الان بازار 100 میگن. مگر 100 ما 120 کمتر نمیدم. این هم صدای زعفران کاری است از دیار خراسان. آقای گلی که پارسال میخریدن من 225 تومان الان میخرن، من 100 تومان زیر 100 تومان. الان 4 تا دلار بیرون الان برن نرخ تعیین میکنن. باید بیم به زیر قیمت و هر چی اینا تعیین میکنن ما بدیم. با زلر باید بفروشیم. صدای زعفران کاری که یک سال منتظر ثمره محصولش بوده و حالا هم بازار روی خوش نشانش نمیدهد. مان کشاورز یک سال استیم الان این کارگر مبرم به سر زمین ساعت از 10 تومن کمتر نمیچینن. آبش ساعت 200-300 تومن. الان هیچ چی بر کشاورز نمرا. نبود نظارت در فصل برداشت و نوسانات قیمت دستان کشاورزان را همچون پرچم های سرخ رنگ زعفران لرزان کرده. اولش 160 تومن بود، بعد چند روز شد 130 تومن، بعدشم که الان 100 تومن. فکر کنم بره چند روز آینده یک دفعه 10 روز دیگه که زعفران بشه، فکر کنم بعد به 90 تومن 80 تومن 70 تومن مردم بفروشه. گویی هزینه های بالای کاشت محصول و قیمت نجومی آب هم سیلی سرخی به زعفران کاران وارد کرده. یک هکتار زمین حداقل 10 تا 12 میلیون تومن فقط خرجشه. خواهی کشاورز به فکر کارگرش باشه، به فکر او ترکتور باشه که خبرش کار کنه، بکاره، بکنه. با این خرج به حساب کوت کیسه به حساب 180 هزار تومان یک کیسه کوت دیامینیوم باید ما پول بدیم. اما امسال وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از زعفرانکاران برای اولین بار خرید توافقی زعفران را در استانهای خراسان رضوی و جنوبی اجرایی کرده. آقای چالاک رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی: یه حالت اون این هست کشاورز محصولش رو به ما تحویل میده به صورت امانی پس از تایید آزمایشگاه و تعیین رقمی که در آزمایشگاه بر اساس اون آزمایش انجام میشه قیمت اون مشخص میشه 30% وجه محصول رو دریافت میکنه. در حالت دوم خرید قطعی است. در این حالت پس از اون انجام مراحل آزمایشگاهی و تعیین رقم و کیفیت و قیمت کشاورز 40%ش پولش رو میگیره و ما موظف هستیم در ظرف 3 ماه آینده چه در خرید امانی و چه در خرید قطعی پول کشاورز را قطعا و یقینا پرداخت بکنیم. طرح خرید زعفران توافقی با قیمت پایه آن هم در فصل برداشت عرصه را برای دلال بازی ها گسترده تر کرده. زعفران خشک گفتن قیمت ثابت گذاشتن مشخص کردم. تاجر بازیه. قیمت زعفران برگشته بر 3 سال قبل. قبلا بوده مثلا 6 میلیون 700 هزار تومان از ما خرید میکردن، در صورتی که الان هست 4 میلیون میگن تضمینی. 130 هزار خانواده در خراسان رضوی از راه تولید زعفران کسب معیشت میکنند. گرچه هزینه های کاشت و برداشت این محصول برای کشاورزان بیشتر شده، اما مدیر زراعت و باغبانی خراسان رضوی میگفت قیمت خرید توافقی زعفران همان قیمت سالهای قبل است. آقای نقیبی: قیمت مثلا سال گذشته افزایش پیدا نکرد. این قیمت پایه استش که بر مبنای هزینه درآمد کشاورز محاسبه شده، قیمت گذاری شده به یک سود منطقی که در نظر گرفته شده بر اساس هزینه های هست. سالانه بیش از 200 تن زعفران به دیگر کشورها صادر می شود و زعفران یکی از ارزاورترین محصول صادراتی کشاورزی در ایران است. اما هنوز برداشت محصول زعفران از دید مسئولان غافل مانده. آقای نقیبی: فقط دولت تنها کاری که میتونه بکنه یه قیمت پایه بذاره که از بیشتر کشاورز ضرر نکنه. هرچند نام زعفران به ایران و خراسانش گره خورده، اما در 1-2 سال پیش کشورهایی برخاستند و با تولید زعفران در حال رقابت با ایران هستند. کمی غفلت از این مسئول استراتژیک شاید دیگر کشورها گوی سبقت.